اون وعده وعیدایی که به ما دادن از فرمانداری گرفته تا استانداری، تمام وعده و وعیدهایی که به ما دادن همشون باد هوا. با توانایی خودمون تونستیم این کار رو بکنیم که افشار رو بندازیم بیرون. درود داشته. درسته. آیا آدم سیر از آدم گرسنه خبر داره؟ نه. از تمام اتحادیه‌های کارگری کشور و تمام کارگرانی که این روزها مثل ما سفره‌شون خالی از دونه و شرمنده زن و بچه‌شون هستن، میخوایم که به این اعتصاب بپیوندن. زنده باد. در ایران آخوندزاده کارگران تحت ستم هستند، اما زنان کارگر با فشار چند برابر روبرو هستند. طبق آمار منتشر شده، زنان فقط 8% از کارگران کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که بیش از 10 کارگر دارند را تشکیل می‌دهند. اونها اغلب در کارگاه‌های کوچکی کار می‌کنند که هیچ نظارتی بر اونها نیست. زنان کارگر اغلب ما به ازای ساعات کار طولانی، کمتر از 1/3 حداقل حقوق مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند. من توی یک تولیدی مانتو کار میکنم. برای دوخت هر مانتوی 200,000 تومانی ما 6,000 تومان میگیریم. روزانه تقریبا 10 مانتو دوخته میشه و 5 کارگر هستیم. روزانه بیشتر از 10 ساعت تو کارگاه کار میکنیم و بیمه هم نیستیم. اجحاف در برخی از مراکز تولیدی علیه بانوان در پرداخت دستمزد و ساعت بالای کار بردهداری جدید است. زنان را بیش از ساعت کاری در محیط کار نگه می‌دارند و حقوقی کمتر از مردان به آنها می‌دهند. این وضعیت منه، اما یکی از دوستان بدتره. مهندس کامپیوتره اما مجبور شده به عنوان منشی کار کنه و ماهانه 300 تومان می‌گیره. در حالی که حداقل دستمزد در ایران 1,516,000 تومانه، خط فقر در تهران به بیش از 6,000,000 تومان می‌رسه. و این همه ماجرا نیست. زنان کارگر اولین قربانیان بحران‌های اقتصادی هستند. اولین اخراجی‌ها به بهانه تعدیل نیرو، اخراج به بهانه ازدواج یا بارداری، اخراج به بهانه کاهش بهره‌وری. کاهش حقوق در مقایسه با کارگران مرد در برابر کار مساوی. چند نمونه از قوانینی که اخیراً علیه کارگران زن تصویب شده. سایت حکومتی سلامت نیوز 8 فروردین 97 از پاییز سال 96 حق عائله‌مندی از فیش حقوقی زنان خودسرپرست به طور ناگهانی حذف شده و حقوقی که در این سال تحت این عنوان به حساب آنها واریز شده بود به صورت یکجا از حقوقشان کسر شده است. خبرگزاری حکومتی ایسنا 27 آذر 96 در بودجه سال 97 بیش از 30% از اعتبار بیمه زنان دارای 3 فرزند و بیشتر حذف شده است. خبرگزاری حکومتی تسنیم 24 شهریور 96 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیر کل وزارت کار که اخراج مادران کارگر تا پایان 2 سال شیردهی فرزندانشان را ممنوع کرده بود باطل کرد. تومار تبعیض و چپاول و ستم علیه زنان کارگر میهنمان در نظام زنستیز ولایت فقیه پایانی ندارد، اما با وجود ستم مضاعف و سرکوب سیستماتیک حکومتی که علیه زنان کارگر اعمال میشه به دلیل پیشتازی زنان مجاهد و مبارز میهن در برابر ارتجاع زنستیز حاکم، آگاهی زنان میهنمان از درجه بسیار بالایی برخورداره و به همین دلیل میبینیم حضور زنان در اعتصابها و اعتراضهای کارگری هم چشمگیره و از تسلیم ناپذیری این قشر بیدار خبر میده.